این ادامه سلسله صحبت ها با اشتراک چون دوری نهایی و غالبان آزمون جمهوری فروغ سپور اندونی است که به افتخار 30 سالگی خود دولت جمهوری تاجیکستان بخشیده شده بود و به موفقیت جنبست هم گردید. و امروز در مهمانی ما حضور دارند دیرکتر مؤسسه دولتی ارکستر دولتی سیمفونی نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عالمجان سالیزاده و همزمان غالب آزمون تاجیکستان وطن عزیز من در نامینیاسیای سرایندگی ژانر استرادی مهرنگیز تقایوا. باید گفت که امسال برای مهرنگیز یک سالی خیلی خوب و خاطرنشین بود، زیرا پس از شرکت و غالبیت در لایحه تلویزیونی پروین از تلویزیون بارستان، همزمان مهرنگیز امکان یافت که وقت یافت و در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من شرکت ورزید و با غالبیت سوار گردید. و ما بهوده عالمجان سالیزاده را دعوت نکردیم، چون عالمجان در قسمت نهایی با مهرنگیز همکاری هم داشتند، همین خیلی نه در انتخاب سرود، در تیاری و در دیگر کارها. و بین ما اول صحبت را از باب پروین آغاز کنیم. مهرنگیز سال گذشته نیز در پروین بود و گوییم که تا بزنه نهایی نرسید، همین خیلی نه در سال اول شرکت ورزیدن. و این سال علاقه معلوم است که پس از تمرین، پس از مهنت، پس از مسئولیت پرسیدن استادان، علاقه مهرنگیز تو علاقه گویم که تو با درجه زینه در کار رسید و امروز علاقه همچون یک آوازخوان توانست خود را معرفی کند. اما که شرکت در آزمون ها مهرنگیز تشبسی کی بود؟ اهل خانواده خودت یا یکان نفر؟ زیرا که ما میدونستیم که پیوسته همراه پدر از نوحه دنگره میمادید شرکت ورزیده و باز میگشتید به خانه. البته این با پیشنهاد پدرم و خودم نیز شوق و رغبت که داشتم با همراهی پدرم میگفتم که من باید در این آزمون های جمهوریوی اشتراک ورزم و جای های نمایان را اشغال نمایم و پدرم راضی شدم. با راضیگی پدر در آزمون های اشتراک ورزیدم. کی مثلا به شما توصیه داد که شاید که به من رای آوازخوانی روید یا که خودتون حس کردید که همین گونه یک استعداد دارید؟ چی بود این سبب که شما محضر این پیشان انتخاب کردید؟ من خودم که از کودکی در آینه نیلگون تماشا میکردم چقدر سراینده ها میسرایند، چقدر در آینه نیلگون اونها شعر میگویند، من هم یک شوق و رغبت کودکی از کودکی خواستم که در آینه نیلگون یک بار خودم را بینم و خودم را سنجم دارم اینجا. دا که یک بار دیده در آینه نیلگون؟ در آزمون پروین بود. یک سال قبل؟ بله. آها، سلامت باشید. و چون ما از پروین سخن گفتیم، اینجا سال روان لایحه پروین خیلی خوب جنبش شد و در اینجا البته باید گفت که سهم عالمجان و سهم کارمندان مؤسسه دولتی ارکست دولتی سیمفونی خیلی کلان است، با ما همکاری خیلی خوب هم داشتند و خودی همون پیدا کردن چهره که یکی از آنها مهرنگیز است، این نتیجه همکاری ما و ارکستر سیمفونی و دیگر نهادهایی است که با ما همکاری زیر شده. میخیل نیست عالمجان؟ عموما چون این لایحه ها برای جلب کردن هنرمندان، صنعتکاران، دریافت چهره های نو بسیار ضرورند و من میدونم که ممکن خطا کنم یا نید 70-80 فیصد اون اشتراکچیانی که در تاجیکستان وطنی عزیزی من اشتراک کردن در آزمون، اینو همهشون دست پروری لایحه شما پروین میباشند، چونکه در دوام فعالیت همین آزمون پروین علاقه یک گوییم که یک قطار چهره های شناخته پیدا شدند، هم سراینده ها هم مطرب ها. و البته چنین لایحه ها باید زیاد باشد و این بسیار کمک خود رو برای من این لایحه هایی که بزرگی که مانند تاجیکستان وطنی عزیز من بعد برگزار شد و تشکیل شد و من حاضر سیوم سال علاقه برگزار میگردد، بسیار میگویم یک فوندامنتی خوب میدهد و امکانیت میدهد که از اونجا ما باز چهره های خوب و چهره هایی که آینده میتوانند سیمای و صحنه تاجیک رو پر کنند از همونجا ما دریافت کردن رو ممکن است. بله. و واقعا همین چنین لایحه ها مثلا هم پروین همین آزمون جمهوری تاجیکستان عزیز من لایحه هستند که مثلا با تشبث یک مثلا یک نهاد
عمل کردن اون دشوار است. چون مثلا خود شما شاهد و همکار بودید که خصوصا در این لایحه پروین ما هم با شما، هم با اتفاق کمپسون، هم با اتفاق نویسندگان و هم با وزارت فرهنگ این مهنت یک جای بود که تو مثلا در دوام یک سال گویم از بخته بخته از یلک سر نفران ارزنده رو و معرفی کردیم. ما هم با طریقی چنین آزمون ها هم رپرتوری خود را بوی میکنیم، هم چهره هایی که آینده میتوانند با روی خطی کارمندان ارکستر واری چند علاقه ما بنقشه میگیریم. چونکه مقصد اساسی ارکستر این پیش از همه در اونجا هم جلب کردن جوانان است. بله. و ما با خود شما یک صحبت خاص داشتیم وابسته به برگزاری قسمت منطقوی آزمون در ولایت ختلان، و چون شما راهبری به واسطه هیئت یکمان را در آنجا در همین سال به عهده داشتید، و ببینید که مثلا علاقه آزمون سر سال سیم جنبست شد و سال از سال سطح صفتی هم خودی آزمون هم اشتراکچیان و هم بعضی نوآوری ها شد. از جمله ببینید که این سال علاقه مخصوص برای استادانی که همون اشتراکچیان رو تیار میکنن برای اونها نیز جایزه تعیین کرده شد. یعنی علاقه آزمون گویم سطح خیلی بالا رفته میخیل است. بسیار با مورید این را اساس گذاری صلح و وحدت ملی ما پیشوای ملت پرزیدنت همون قید کردند که اون جوانانی که تیار میکنند و آنها رو با آزمون تیار میکنند محض با باید استادشون هم باید هوسمند کرده شود، و این باری اول است که چنین میشود. لیکن این بسیار به فکر من یک تکان است برای اون که استادان هم کوشش کنند و غیرت کنند که هر چیز زیادتر شاگردان رو تیار کنند. یعنی یک نفع هوسمندی؟ هوسمندی، این بسیار ضرور است، این بسیار چیزی در کاری است. و در بابتی اون که لایحه پروین همکاری دارد با هم اتفاقی کمپوزیتوران، هم با ارکستری ما و با کنسرواتوری ملی، تئاتری دولتی اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی، این همه اون شهادت از اون است که تمام مؤسسه های فرهنگی ما به همین لایحه ها توجه دارند. چونکه آینده ما از همین لایحه ها، از همین آزمون ها، همین چیزی که گفتم صحنه کسبی تاجیک رو پر کرده میتونیم. بله. اکنون برمیگردیم به مهرنگیز، چون ما گفتیم که سال روان مهرنگیز نیز اول غالب لایحه پروین بود. عین زمان ما میخواستیم که یک پاره سرود مهرنگیز رو از یکی از بخش های آزمون پیشنهاد بینندگان کنیم و سپس صحبت خود را ادامه دهیم. ای یاری ما، ای یاری ما، ای یاری بزینهاری ما، ای هجر تو دلسوزی ما، تو غم خوری ما،
دوستان عزیز، صحبت ما اینو ادامه دارد و چون مهمان اساسی ما اینجا مهرانگیز است، مهرانگیز در قسمت اولی آزمونی تاجیکستان وطن عزیز من امسال از نوحه دنغره برآمد کرده میخیر از دوری نوحیوی و سپس دوری منطقوی. شرکت در این آزمون چی گونه بود؟ وقتی که مثلا دیدید که چون دو آزمون برای شما بود برابر بود، قریب برابر بود، چون پروین قریب به انجام میرسید و تاجیکستان وطن عزیز من آغاز شده بود، چگونه شد وقت یافتید؟ چگونه شد همین اشتراک در آزمونی تاجیکستان وطن عزیز من؟ اول من در وقتی که پروین انجام یافتم، بعدتر آزمونی جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من آغاز یافتم. بعد ما سرودهای نو به نو انتخاب می نمودیم، بسیار که در پروین سرودهای نو به نو را پیشنهاد کردیم. در آنجا در دوره نوحیوی من سرودی از جانی من از نرگس بندیشایی را پیشنهاد نمودم. یعنی اون سرودی که در پروین اشتراک کرده بودید؟ جانی من را پیشنهاد نمودم و جای یکم را اشغال نمودم. در دوره ولایتی باشد، در آنجا شهر عزیز دلبرم از مستانه ارگش و که اون را با استادان ما مشق و تمرین نمودیم، در آنجا هم جای یکم را اشغال نمودم. و در دوره سیومی آزمونی جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من با همراهی استاد علیمجان سالیوف بسیار سرودی نو با من پیشنهاد نمودن. مینداری خودم را با استاد میرسونم. بسیار ما را دستگیری نمودن و ما مشق و تمرین ها گذراندیم. در اینجا باشد جای سیوم را اشغال نمودم. بسیار خوب. و چون علیمجان هم در قسمت نهایی پروین در حیط دوباران بودید و هم در تیار کردن اشتراکچون در کنسرت فینالی با ما همکاری داشتید و همزمان هم شما طور یادرس شدیم شما بودید راهبر گروه حکمان در ولایت خطران در دوره منتخبی آزمونی تاجیکستان وطن عزیز من. مهرانگیز را شما از همون جد انتخاب کردید یا که از پروین انتخاب کردید؟ پروین این یک گوییم موقع خودش رو دارد، لیکن وقتی که تاجیکستان وطنی عزیزی من بود و علاقه کمتر گوییم دشوارتر بود در اونجا. بسیار تعدادی کلان آمده بود، بسیار خواهشمندان زیاد بودند، اشتراکچیان زیاد بودند و بنابراین امسال باز اجازت بود که بعضی از کارمندانی مؤسسه دولتی هم اشتراک کنند در اونجا و بنابراین بسیار دشوار بود در تاجیکستان وطنی عزیزی من نسبتانی پروین. من هم خیلی فکر میکنم چون که اینجا با هم از جهتی سول و از جهتی دیگر و دیگر فرقیت دارد با ازمون و مهرانگیز بسیار در دوری دویوم در دوری ولایتی بسیار خوب برآمد کرد و بسیار آوازی نادر دارد، آوازی شیرین دارد و من منداری خودم رو هم با والدین مهرانگیز هم با استاد و معلمایی که تیار کردن وای رو در همین دورها رسانیدنی هم که محض مهنتی همونا بود، خواهشی همونا بود، اجازتی همونا بود که مهرانگیز برآمد کرد و به دور اساسی به دور فینالی رخت یافت. و وقتی که به دور فینالی ما خواستیم یک تحفه خود رو با 30 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان رسانیم و در این سمت ما از استاد کمال نصرالله التماس کردیم که یک سرودی محض از نام دختری استقلالی تاجیک پیشنهاد کنی و این سرود نام دارد سرودی دختری استقلال. بر متن کمال نصرالله ما کوشش کردیم، من کوشش کردم که آهنگش رو هم آماده کنم و با همراهی سردیریجور ارکسترمون دلیر تیلویف ما ارکستروفکاوشو تیار کرده و مهرانگیز در مدتی قریب 3 ماه تیاری دید که همین سرود رو از خود کند و با این سرود برآمد کند و با ارکستر برآمد کردن بسیار کاری دشوار است. هر یک سراینده پروفسیونال هم نمیتواند به طوری ضروری برآمد کند با ارکستر، چونکه ارکستر فکتی سرود خوندن این تماما دیگر خیل است. لیکن مهرانگیز من فکر میکنم که از عهده این کار برآمد و سرود هم به فکرم سرود بسیار خوب شدگی و من
باوری دارم که میرانگیز حالی مخلصان و تماشابینان ما رو حالی با سرطای نو و نوش بسیار حالی خورسند میکند و یکی از بهترین سراینده ها میشود. و چون صحبت ما البته اینجا با هنرمند که جریان دارد، البته بینندگان میخوان که همون نفری که قولی و حسین مهرنگیز شاید سرودی دوری نیم نهایی دوری منتخبی رو یا چور مصرع سرود با آهنگ زنده. البته شهری عزیزی دلبرم مهرت شده بال و پرم، شهری عزیزی دلبرم مهرت شده بال و پرم، آزاد چون پرندگان اندر فضایت می پرم، اندر فضایت می پرم، آزاد چون پرندگان اندر فضایت می پرم، اندر فضایت می پرم. تشکر. واقعا همین سرود به نظرم عمری خیلی چند ده ساله دارد، با برمت استاد امینجان شکوهی است و آهنگ خیلی خوبی هم دارد. و اکنون همین قسمتی چون سرود نو بود در دوری نهایی، البته هر اون چیزی نو تمرین زیاد رو طلب میکند و البته تیاری جدیتر رو طلب میکند. چند مدت تمرین کردید؟ سرودی که در دور نهایی من تیار نمودم طولی 3 ماه اون رو تیار نمودم با همراهی استاد و خوب برآمد کردیم. و یک چیز دیگر مهرنگیز، مثلا همین شرکت در لایحه پروین، برای شرکت و غالبیت در لایحه توشکن وطن عزیزم کمک کرد برای شما یا نه؟ چون تجربه زیاد شد به نظرم. البته در آزمونی جمهوریوی پروین که من شرکت ورزیدم بسیار، یعنی در نزد کامیره ها مثلا چشم کشوده شد، بسیار نوترسی در اونجا در صحنه. گریه هم بود؟ البته. یعنی تجربه پیدا شد؟ قدم اول از همه دشوار است. وقتی که قدم اول دشوار است و بسیار خوب است که در لایحه پروین بسیار دستگیری میکنند جوان ها را و دلشان را خنک نمیکنند. بعضی از آزمون ها هست که همین دعوت میکنند و تو نمیشی برو رو گفته بود، خیلی معامله هم میکنند که دل آدم علاقه میموند، دلش میرنجد. بنابراین صنعت این بسیار چیزی مشکل است، فهمیدن یافتنی آدمی نادیر، آدمی که وای یک استعدادی خودداد دارد، اینا یافتن باید به چشم هر یک کس نمیرسد. بنابراین هم با میگویند که متخصص باید در جوری در حیات حکمان بسیار با تجربه باشند که و یا دریافت کنند همون استعداد رو، علاقه دانند که همین مثلا جوان علاقه دارد یک چیزی که همین با همین راهش رو پیدا کردنش ممکن. بنابراین پروین در این مسئله به بسیاری ها کمک کرده است که و امکانیتی آزاد خود را در صحنه نگاه داشتن، از کامیره ها نهراسیدن، از حکمان نترسیدن، این هم همش تاثیر میکنند. و بینید که من از حساب نفرانی که همین سال تا به دور نهایی پروین نرسیدند قریب یک 5-6 نفر غالب این آزمون شدند، چون در پروین فینالیست نشدند ولی در این آزمون چون کوشش کردند، یعنی تجربه پیدا شد. مخصوصا من همون مثلا ابراهیم توکلف که از لایحه پروین تا دور نیم نهایی آمد ولی چون سرود موفق انتخاب کرده بود و دور نیم نهایی رو، چون شما مسئله شما بود که باید که سرود موفق باشد و ببینید که در این آزمون علاقه سازوار شما جایزه گردید. البته کمبودی ها رو میبینم، کمبودی ها اگر بسیار یک چی گوییم در دل مهرشان نسبت صنعت کلون باشد اگر و یا زده میبرونو خلاص رفت دادن میشه. رحمتی پدرم میگفتن که هنرمند اصیل باشد اگر و رنگی فاوره است و استعداد فاوره است و زده میبرد و چه خیلی که نباشد، کای که نباشد، لیکن زده میبرد.
بنابراین آدمایی که میخواستند باز روحشون رو دوام دهند، روح افتاده نشدند، نگفتند که ما نگذاشتیم اکنون نمیشود، با کوشش کردند، غیرت کردند، محنت کردند، من به نتیجه های نظررس رسیدم. و اکنون نقشه چی گونه است؟ بعد همکاری دوام میتید یا شاید مهرنگز رو برکستر دعوت میکنید یا یکون نقشه دیگر دارید حالا شما؟ یا خودی مهرنگز یکون نقشه دیگر دارید میاد بی کسب رو عوض کنند؟ نه، من کسبم رو ادامه میدهم، با همراه استاد همکاری رو دوام میدهم، استاد بیشتر به من کمک میرساند. ما از سال آینده نیت داریم گروهی استرادی تشکیل کنیم و علاقه حجت های ضروری هم به تصویب رسیدگی. بنابراین مهرنگیز یکی از سلیستانی همین دخواهد گروه استرادی می شوند و عموما من خمخی خواهش دارم که در همین گروه استرادی چهرهای جوانی جوان باشد، چهرهایی که علاقه گوییم سالهای زیاد خود را فعالیتشان علاقه معلوم است و روحشان علاقه معلوم است و پیرهای خود را یافتند، آنها را نیو ما از جوانان را، جوانهایی که قدم های اول می گذارند، آنها را جلب کنیم، دستگیری کنیم تا که مقدس نبیه نو پیدا شود، تا که رحیمه شلویر بوز من چقدر حافظه های بهترین استراده بود که حافظه هایی که سنتی توجیک رو سال های زیاد معرفی مغفرت نفرت هم رو خل و خرموشیرین و اینا علاقه در تاریخ سنتی توجیک نام خود رو گذاشتن و بسیار ما میخواستیم که همین خیل یک گروهی پیدا کنیم و نیت داریم که همین گروه استرادی هم یک سبتی خوصه خودش باشد، راهی خودش باشد. ممکن ما در وقتش کمتر از همون رویهی که در اول گلشن سر کردگی بود، ممکن وای بسیار خوب بود، راهش بسیار خوب بود، بعد کمتر دیگه طرف رفتیم و همین همچون ممکن کمتر کوهیش یافت سنتی استرادی، ممکن به نظری من و شاید اگه جریان های سیاسی هم مساعدت کرده باشد، لیکن من بسیار میخواستم که محض همین استفاده از نازکی های موسیقی ملی خودمون، اسباب های خلقی خودمون و همین با همین جریان اگر استرادی ما باز رفتن گیرد، استفاده از مثلا امکانیت هایی که خدا ما با از تاریخ و پیشتر داده است، همچون شش مقام و فلک و همه موسیقی اسباب های نادری که سازی آنها در یکانجا نیست. اگر من یک چیزی که ما امسال برای آزمونی تاجیکستان وطنی از زیمان ارکستر تیار کرد و جایزه های بلند رو گرفت، این نوازشی کشنای با ارکستر بود که این تماما یک عجایب، تماما دیگر خیلی صدا داد و این بسیار به فکری من یک چیز عجایب است و وقتی که صدای قشنه که وای تماما گویو که وای چنین اسباب است که با وای یک کنوازی کردن بسیار دشوار است، لیکن وقتی که این هم در ولایت ختم من گوش کردم، یعنی اون رو در ارکستر همراه کردن شاید دشوار بود، دشوار چون که وای با وای چنین اسباب است که یک کنوازی کردن بسیار دشوار است، لیکن امکانیت یافتیم، کارکرد کردیم و بسیار یک نمره بهترین هم شده است و فکری من با چنین راه و چنین روش ها میتواند با یک چیکاریم روحی معینی صنعت توجیک رو نشان دهد. و حالا ما امکان داریم که یک پوره از همون سرود فینالی که مهرنگیز در همکاری شما البته آماده شد و در دور نهایی آزمون اجرا کرد پیشنهاد بینندگان کنیم، پس سپس باز برمیگردیم از صحبت. تاجیکستان سرزمینی نامداران زنده باش، ملک زیبا منظره آبادی دوران زنده باش، تاجیکستان سرزمینی نامداران زنده باش، ملک زیبا منظره آبادی دوران زنده باش.
فکر میکنم که این صحبتی که ما داریم بینندگان بسیار چی برای خود گرفتن و منم معلوم شد که امسال سال مهرنگیز بوده است، چون آخری سال رسیده شده است و سال دستاورده مهرنگیز و ما ارزو میکنیم که همه ساله دستاورده سال زیاد چند و البته به کوشش و به محنت و به زحمت و به دستگیری استادان و به همکاری البته این با همین وسیله به عمل میاد و به هر صورت ما شما رو الان میبینیم که دیپلم ها جایزه و قطار هستن هم از پروین و هم از تاجیکستان وطن عزیز من مبارک شما رو مبارک باد میگیم و همزمان علیم جان رو که نتیجه محنت علیم جان است که امسال هم پروین خوب جنبست شد و هم تاجیکستان وطن عزیز من جنبست شد و شاگردانشون علاکه صاحب جایزه ها شدن و اگر در آخر مهرنگیز یگان گفتنی داشته باشید مرحمت که ما نپرسیدیم شما در دلتون بود که میخواستید پیش از همه من مینداری خودم را به پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امالی رحمان میرسونم که چنین آزمون ها را برای ما نورسان و جوانان پیشنهاد می نمایند تا که ما هنر و استعداد خودمون را پیشنهاد نمایم و هنر خودمون را بسنجیم و تشکری خودم را به استاد علیم جان میرسونم که بسیار ما را دستگیری نمودند. البته امسال باز ما به اول صحبت برمیگردیم، ما علاقه مؤسسه دولتی تلویزیون بارسان آزمون پروین را آغاز کرد و این علاقه با راه نو اندکی با راه دیگر ما تنها انتخاب کردیم ژانر نوازندگی را و این البته مسئله شما هم بود. اکنون ما باور داریم که البته شما باز در این راه باز همراه و همکار و هم قدم با آرستان خواهید بود، زیرا چهره کشوهای در این سمت شاید که باز اندکه روی های خود رو داشته باشد، چون مثلا این یک ژانر است و فقط نوازندگی، حالان که و البته ما با تفسیش ما انتخاب میکردیم ژانرهای نوازندگی با اسپای خلقی، اسپای اکادمی و اگر نورسان و آهنگساز پیدا شوند اونها نیز امکانش پیدا پیدا میشن، چون که یکی از جایزه ها رو در نامینانسی در ژانر کامپوزیتری اکادمی یک اگر اهمیت دادگی باشد گروهی انسامبلی کامیروی اجرا کرد و جای اول رو سازوار شد. خیلی این یکمین بار است که در کامپوزیتورانی جوانان از تاجیکستان شد. عموما این سالا ازمون علاقه یک ویوی نوواری خودش رو دارد. نوواری خودش همین بود که منم خیلی چهره های عجایب پیدا شدن و من فکر میکنم که اگر همین ازمون همین خیلی رفتن گیرد، همین خیلی جلبی جوانان زیاد شود، جلبی صاحب استعداد زیاد شود، اگر ما در سالهای نزدیک برای غنی گردوندن چهره های جوان، چهره های با استعداد، ما میتوانیم از همین آزمون ها هم از پروین هم از تاجیکستان وطن عزیز من استفاده کنیم. تشکر و ما البته همه وقت و همیشه با هم به همکاری شما نیاز داریم و شما نیز هیچ وقت همکاری خود رو دریغ نداشتید. برای ما از نام کلی بینندگان و از نام کلی دست اندرکن لایه های تلویزیون بارسان به شما سوال سپاس میکنیم. با مهرنگیز موفقیت برای رکور و آرزو میکنیم که در آزمون های سطح بین المللی به تاجیکستان رو معرفی کند. و دوستان عزیز اینجا یک صحبت داشتیم با علیم جان ساری زاده، دیرکتری مؤسسه دولتی ارکستر دولتی سیمفونی از دستگاه جمهوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و همزمان مهرنگیز تاغیبه بودند، غالبی آزمون جمهوری پروین و آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من که به این خاطر به سوی دعوت کرده بودیم و صحبت های این بعدای ما با غالبان و اشتراکچیان در نهایی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من ادامه دارد. ما را در آینده پیگیری نمایید.